انشالله رمضان در راهه و بهترین مجاهده تو رمضانه، هم تقلیل طعامه، هم تقلیل کلامه، اعتکافش هست، تراویش هست، خود رمضان هست. رمضان خودتون یک خورده فارغ کنید، از همین الان کاراتون رو کم کنید، مشغله های دنیا رو کم کنید و سعی کنید رمضان رو دیگه برای اصلاح خودسازی در نظر بگیرید. کسی که از رمضان محروم شد نیازو بالله، با این همه فضل و رحمت الله دیگه در بربادی و هیچ شکی نیست. از الله بخواهیم که ما رو به رمضان برسونه. هنوز تا رمضان هم راه چند هفته دیگه است. اللهم بلغنا رمضان، خدای ما رو به رمضان برسون و ما رو جز اتقای رمضان، فیضمندان رمضان بکن. رسول پاک در شعبان زیاد روزه می گرفتن، آمادگی معنوی برای رمضان. ببینید همونطوری که قبل از فرض ما سنت هایی می خونیم مثل ظهر، بعد از فرض هم سنت هایی می خونیم. بزرگای ما میگن این روزه های شعبان و روزه های شوال اینا مثل همون نوافلیه که قبل از فرض ادا میشه، ما رو اولی برای آمادگی فرضه، بعدی برای تکمیل فرضه که نقصان ها جبران بشه. اون روزه شوال و روزه شعبان حکمتش همینه، ولی روزه رمضان اصله، خصوصا دهه اخیر رمضان برای اعتکاف انشالله همه آماده باشید. رسول پاک در طول زندگی مبارک اعتکاف رو ترک نکرده، تمام زندگی. حالا من چقدر زندگی مفیده، عمرم، وقتم، دعوتم، اصلاحم تو جامعه چقدر مفیده، از پیامبر مفیدتره؟ پیامبر با اون همه دردی که داشت، فکری که داشت، اعتکاف رو ترک نمیکرد، ولی متاسفانه ما امروز اعتکاف نمیکنیم. اعتکاف ها رو تو مسجد بگین، اعتکاف ها رو به سبب که میله نباشه، تفریح نباشه. اعتکاف برای خلوت با الله، برای تبتل با الله، برای یک سویی با الله. بعضی ها فکر میکنن همایش ختم بخاری میرن، یعنی برای سخنرانی میرن اعتکاف کنن. اونجا میگه کی برای ما سخنرانی کنه؟ آقا قرار نیست اونجا براتون سخنرانی، حالا اگه تعلیمی هم یکی از علما کرد خوب خوبه، ولی قرار بیشتر وقتتون در تلاوت، دعا و در ذکر و درود و اینا بگذره. هدف اعتکاف اینه در وهله اول. حالا در کنارش اگر یه صحبتی هم یه عالمی کرد برای که بهتر بتونیم از اعتکاف استفاده کنیم اون بهتر، وگرنه قرار نیست تو اعتکاف برای شما همش سخنرانی کنه، شما همش گوش کنید. این برای تبتل یک سویی بالله. الله توفیق، برای رمضان خودتون آماده کنید.